کمیسیون مستقل انتخابات و یک گام به عقب. پس از 8 ماه کشمکش بر سر نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان، کمیسیون انتخابات 9 نماینده مجلس را تغییر داد. مبنای حقوقی این تصمیم در کجاست؟ و آیا این پایان غایل انتخابات است؟ فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مهمان امشب کنکاش است. آقای معنوی، خوش آمدین به کنکاش. تشکر، خوش باش. معامله یا فشار سیاسی کدام یک نوع نماینده مجلس را تغییر داد و موقف شما را در برابر تصمیم قبلیت؟ تشکر از شما و سلام به همه بینندگان تلویزیون طلوع نیوز و طلوع. شاید هر دو و شاید هم هیچ کدام. هر دو که میگیم، فشاری که متوجه کمیسیون مستقل انتخابات بود، آرام آرام فشار داشت که دامان مردم افغانستان می گرفت. این بازی رفت و طرف خطرناک شدن. همه نهادها را به گونه به خود مصروف ساخت. ضررش متوجه عامه مردم شده، بنان فشار بوده. معامله بلی، معامله به خاطر مردم افغانستان، به خاطر پایان بخشیدن به این معضلات و ماجراها، به خاطر پایان بخشیدن به بحران و رفتن به طرف یک ثبات سیاسی، بله، روی از این معامله. هیچ کدام به این معنا که در تصمیم یک کمیسیون انتخابات گرفته هیچ گونه فشار نقش نداشته، مثل در گذشته ما تصامیم ما مستقلانه بوده. امروز وقتی که اصل تصمیم مردم ما مورد یک دقت قرار بدن، این را بسیار با وضاحت میابند که هیچ فشاری در او راه نداشت. اگر فشار راه می داشت، با چهره هایی که مورد نظر فشار دهنده ها می بود باید در راه پیدا می کرد و همچنان معامله نبود. اگر معامله می بود باید نسبت به اشخاص و افراد می بود که گنجایش به معامله می داشت. اما کسایی که راه یافتین چهره هایی هستند که واقعا نزد کمیسیون مستقل انتخابات رأی داشتن، حداقل در ولایت مربوطشان مردمشان میفهمند که اشخاصی بودن که صاحب رأی بودن، مردم با نفوذی بودن، در انتخابات رأی خوبتری را به دست آوردن. اما چرا پس از 8 ماه این افراد حالا شناسایی میشن از سوی شما که این افراد واجد شرایط بودن و حق تلفی صورت گرفتن؟ همه در جریان هستند که شناسایی در بعد از انتخابات صورت گرفته بود، یعنی در نتیجه ابتدایی ما همی اشخاص برنده ها بودن، اما بعد از او با ما دیگه فرصت نبود. صلاحیت از دست ما رفت و طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی بعد از نتیجه نهایی تا 2 ماه دیگه کمیسیون شکایت انتخاباتی که به کار خود ادامه داد باز هم فرصت در اختیار ما نبود. بعد از پایان یافتن کار کمیسیون شکایت انتخاباتی وقتی که صلاحیت انتقال پیدا میکنه به کمیسیون مستقل انتخابات باز هم فرصت با ما وجود نداشت. وقتی که رئیس جمهور افغانستان فرمانی را صادر کرد به کمیسیون مستقل انتخابات و این فرصت را در اختیار کمیسیون قرار داد تا یک بازنگری بکنه، ما از این فرصت استفاده کردیم. کسایی که پیش ما حقشان به اصطلاح وجود داشتن، او را احیا کردیم. شما پیش از این هم میفهمیدین انگامی که نخستین بار نتایج انتخابات را اعلام کردین که بی‌عدالتی صورت گرفته در انتخابات 89؟ ما که لست ابتدایی را اعلان کرده بودیم، مشخصاً این اشخاص پیش ما رأی کافی داشتن و جمله برنده ها بودن. ولی صاحب صلاحیت اون نظر کمیسیون شکایت انتخاباتی است که اونا تصمیم میگیرند در مورد اینکه چه افرادی چه طریق وارد شدن در انتخابات. وقتش صلاحیت از آنها بود، از کمیسیون شکایت بود، مطابق با صلاحیت های خود تصمیم گرفتن. ما با تمام صلاحیت ها و مسئولیت های قانونی از کمیسیون شکایت انتخاباتی تسلیم بودیم، هیچگاه اعتراضی نداشتیم. اما امروز که تمام او صلاحیت ها در اختیار ما هست، ما خود حق دادیم که دوباره بر مبنای فرمان رئیس جمهور که دست ما را باز کرد یک تصمیم مجدد بگیریم. حالا مبنای حقوقی این کار در کجا است؟ شما از غیابت از نبود کمیسیون شکایت انتخاباتی استفاده کرده و یک چیزی که اصلا مبنای قانونی گفته میشه نداره، شما این را اجرا کردین. تشکر که می سوال شما مطرح ساخته شد. من هم از بعضی میزای گرد میشنم که مبنای حقوقی و قانونی نداره. یک دوست ما وقتی که یک اصل حقوقی یا قانونی را به یک موضوع خودش پیدا کرده نمیتانه یا ندیده، باید اینطور حکم نکنه که وجود نداره. شاید چیزی وجود داشته باشه. ما مبنای حقوقی کجا است؟ البته بحث متوجه شما نیست، بحث
زیاد شنیده میشه. شما توجه کنید که ما از نبود کمیسیون شکایت انتخاباتی استفاده نکردیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود داره، قانونا وجود داره. فکر میکنم که 120 روز پس از بر اعلام نتایج انتخابات این کمیسیون لغو میشه و صلاحیت هایش مستقیم به کمیسیون انتخابات محول میشه. دقیقا شما میفهمید که مهم صلاحیت هاست. حالا اونجا مشخص نشده که این صلاحیت ها چی؟ ماده 62 بند 6 میگه تصامیم کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی در رابطه با رسیدگی اعتراضات و شکایت که مورد رسیدگی قرار گرفته است نهایی میباشد. بند 7 همین ماده میگه که کمیسیون های مرکزی و ولایتی شکایت انتخاباتی بعد از تصدیق نتایج انتخابات حد اکثر الی مدت 2 ماه کار خویش را پایان داده، بعد از انحلال صلاحیت های آنها به کمیسیون مستقل انتخابات منتقل میگردد. این صلاحیت ها چی است؟ صلاحیت ها در ماده 62، 63، 64 قانون انتخابات واضح است که تمام صلاحیت هایی که در گذشته متعلق به کمیسیون شکایت انتخاباتی بوده هو به هو مو به مو انتقال میکنه به کمیسیون مستقل انتخابات. پس از این که نتایج انتخابات اعلام شد، آیا کمیسیون شکایت انتخاباتی این صلاحیت را داشت که بیاید بگوید که این افراد باید حذف شوند؟ نه خیر. پس شما چیگونه استناد میکنین؟ حالا اگر این صلاحیت ها بر شما منتقل شده وقتی بر اونها اجازه داده نمیشد، شما مبنای حقوقیش از کجا پیدا کردین؟ شما توجه کنید ما در اعلامیه خود هم تصریح کردیم، در صحبت های خودم از آغازی که ما وارد از بحث شدیم واضح ساختیم که لحاظ صلاحیت ها و وظیفه کار ما هنوز وجود داره که ما میتونیم به شکایت رسیده کنیم، اما لحاظ زمانی موجه نیست. بارا به این تاکید کردیم چیزی که لحاظ زمانی میتونه کار ما را توجیه بکنه فرمان رئیس جمهور است. بازم تاکید میکنم که لحاظ صلاحیت وظیفوی شما میبینید که قانون صراحت داره، لحاظ زمانی فرمان رئیس جمهوری افغانستان بعد از این همه معضلات و مشکلات میتونه کار ما را توجیه. آله گفتی خود شماست که من نقل میکنم که این نتایج نهایی است و تغییر ناپذیر می باشد، چون که تمام شکایاتی که بالای نتایج انتخابات تأثیر می کرد از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی شده است. در ماه قوس 89 این حرف خود شما گفتین. این تغییر ناپذیر چگونه تغییر پذیر شد؟ دقیقا ما به این اصرار داشتیم که ما نمی خواستیم دوباره وارد یک بحث شویم که پایان یافته. کی شما را وارد این بحث ساخت آقای؟ اجازه بدیم او را تصریح می کنم. خوب یا خراب هر چی بود پایان یافت. هر کس در نقش خود کار خود انجام داد. کمیسیون مستقل انتخابات کار خود انجام داد. کمیسیون شکایت انتخاباتی آمد کار خود انجام داد. ما مسئولیت زیر نداشتیم که در اون زمان از کمیسیون شکایت انتخاباتی پرسان کنیم که کار تا چگونه انجام داده. اما بعد از اینکه ماجرا ایجاد شد که همه شاهد هستند و 8 ماه یک مدت بسیار طولانی است که در واقع قوه مقننه افغانستان را دوچار یا درگیر موضوعات ساخت که از رسیدگی به کارهای اصلیشان باز ماندن، ما باید از این حالت قوه مقننه را به طور خاص ولسی جرگه را باید بیرون کنیم. ما نظام افغانستان اینجا معلوم نشد شما مدیریت این کشور را بر عهده دارین؟ ما مدیریت انتخابات بحث انتخابات به عهده داریم. بحث انتخابات به اساس گفتی خود شما پایان یافته دیگه. مدیریت نظام افغانستان را رئیس جمهوری افغانستان به عهده داره. خب شما چرا این مسئولیت را بگیرین که جام زهر را بنوشین؟ شما اجازه بدین رئیس جمهور وقتی که مدیریت به عهده داره کل کار خودش نباید بکنه، باید به نهادها بسپاره که کار انجام بده. یک بحران ایجاد شد، اما اگر این یک کشمکش ایجاد شد، رئیس جمهور باید هر کس مطابق با وظیفش کارش بسپاره که این مسئله را باید درست کنه. اگر خراب شده باشه باید درست کنه. با ما این مسئولیت سپرد. شما فکر کنید وقتی که ما رئیس جمهوری افغانستان من حیث مدیر کل در افغانستان میپذیریم دیگه گنجایش از این نداشت که ما مسئله مردم افغانستان هم در نظر نگیریم و بگویم هر چیزی که آمده باد آباد و حکم رئیس جمهور هم باید رد بکنیم. این فکر میکنم که نه منطقی بود نه مطابق با مصلحت ها و شرایط موجودی افغانستان. آن این کشمکش ها را شما پای قانونی میبینین؟ پای قانونی داشته این کشمکش هایی که 8 ماه دنبال شد؟ اگر پای قانونی میداشت باید در امو نهادهایی که یک قضیه وجود داشت در موج خاتمه پیدا می‌کرد. پس چرا شما دست به اگر اقدام غیر قانونی بزنید؟ اگر قانونی می بود پای ما دوباره به او کشانده نمی شد. اگر ما کار ما قانونی نمی بود پس دوباره این قضیه را با ما روان نمی کردن. شما ببینید که قوه قضایی افغانستان یک قوه مستقل است و یک نهادی که در افغانستان از یک تاریخ و گذشته بسیار طولانی برخوردار است. برعکس که مثل مستقل انتخابات
یک نهاد نو تأسیس است. از عمرش بیشتر از 8 سال نمیگذره، اما شاید از قضای افغانستان صدها سال بگذره به نحوی قضا وجود داشته. اما چون بستر اصلی از این کار محاکم نبوده، بنا نتوانست که یا نشد بر حال که به این معضله خاتمه ببخشه. به می دلیل دوباره قضیه را روان کردن به مرجع اصلیش، به بستر مناسبش که کمیسیون مستقل انتخابات. یعنی شما وارد یک کار غیر قانونی شدین؟ به هیچ وجه. به شما تاکید میکنم قانون پیش شما وجود داره. وقتی که ما صلاحیت کمیسیون شکایت انتخاباتی را بر علاوه صلاحیت هایی که از کمیسیون مستقل انتخابات از دارا هستیم، به می اصل است که رئیس جمهور افغانستان با ما راجع میکنه قضیه را. و الا شما در اصل فرمانم توجه بکنه، وقتی که از مواد قانون نامبرده میشه، اصلا باید اتکا به قانون انتخابات افغانستان داشته باشین. ولی آقای منوی بیشتر از این فرمان رئیس جمهور حکمی را که فرستاده برای شما، ولی کدام یک اولویت داره نزد شما؟ دو چیزه اجازه بدین که من تفکیک کنم. یک، وارد شدن ما در قضیه را باید یک توجیه وجود داشته باشه که فرمان رئیس جمهور است. اجازه بدین یک لحظه لطفا. بحث دوم که اجراءات ما مبتنی بر چی باشه، باید بر قانون باشه. به می دلیل است که حکم رئیس جمهور یک حکم خشک و یک حکم مجرد و مجزاز قانون نیست. شما توجه بکنید در حکم رئیس جمهور ماده 33، ماده 86، ماده 156 قانون اساسی ذکر میشه و در فرمان رئیس جمهور ماده 62، 63 و 64 قانون انتخابات ذکر میشه که مشخصا مواد قانون انتخابات که در فرمان رئیس جمهور انعکاس پیدا کرده تمامش همان صلاحیت هایی است که در زمانش در حیطه صلاحیت کمیسیون شکایت انتخاباتی بود و امروز چنین صلاحیت هایی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات است. ورود شما به این قائله فکر میکنین که برگرفته از اون حکم رئیس جمهور است نه از قانون؟ داخل شدن ما بر مبنای حکم رئیس جمهور، اما اجراءات ما بر مبنای قانون. ماده 58 قانون اساسی بند قانون انتخابات بند دوم میگه که کمیسیون مکلف است بعد از آن که طرز العمل های شمارش آرا تکمیل و کلیه شکایات در ارتباط بر رای دهی و شمارش آرا توسط کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی مورد رسیدگی قرار گرفت، نتایج نهایی انتخابات را اعلام و نشر نماید. نتایج انتخابات بعد از تصدیق کمیسیون نهایی و قابل تطبیق می باشد. شما این ماده را شکستاندین؟ بله، ما این کار را کردیم در زمانش، اما نهادهای آمدن داخل قضیه شدن نپذیرفتن کلمه نهایی بودن، جنجال ایجاد شد. شما مبنا قرار میتین یک کار غیر قانونی را به قول خود شما اون غیر قانونی میشمارین و بعد میایین به اون استناد میکنین و عمل خود را هم پای قانونی بهش ندارین. توجه بکنین کار را که انجام دادن غیر قانونی بود، به مون خاطر ثمر نداد. حالا شما چرا این کار غیر قانونی را انجام دادین؟ بگذاریم من سوال شما را جواب میدم. بگذاریم که بازی امیر رقم ادامه پیدا بکنه، به می حالتی که وجود داره بره لایتناهی، هیچ کسی پیدا نشه که باید دیگه به این مشکل خاتمه باشه. تمام طرف ها به اصطلاح رسمان کشی داره، هیچ کس نمیخواد کوتا بیاید. چرا شما کوتا بیاین؟ ما کوتا نیامدیم. مسئولیت نظام به عهده شماست. ما یک گام دیگه هم پیش رفتیم، یک بار دیگه شما اینجا این ماده 58 را شکستاندین. به هیچ وجه شما خودتان قبول نکردین که نهایی است، اومدین دوباره تغییر وارد کردین. ما در اون وقت نهایی بودن قبول کردیم، اما جنجال ایجاد شده، باز هم صلاحیت به کمیسیون مستقل انتخابات داده شد که کار کنه. توجه بکنین آقای سیواج، من یک بحث حقوقی را عنوان میکنم. بفرمایید. در قضا یک بحث است، وقتی که یک حکم از طرف قضا قطعی میشه و نهایی میشه، کلمه نهایی به کار میره، اما بعد از مدت یک دلیل جدید بروز میکنه که نماینگر عزیز که تصمیم میره که محاکم گرفته، سه محکمه به اصطلاح طی مراحل شده اما درست نبوده، دلیل جدید بروز کرد، میتونه محاکم تجدید نظر کنه به این قضیه با آنکه نهایی بوده. ما میدانیم این قضیه را من حیث یک قضیه تجدید نظر که بعد از این ماجراها و با فرمان رئیس جمهور به ما ارسال شده، ما وارد از این قضیه شدیم و این قضیه را دوباره مورد قبول قرار بدیم. در حالی که دادگاه ویژه را غیر قانونی میدانید شما، بله، اما تصمیم گرفتن بر اساس کار این دادگاه به چه معناست؟ بر اساس کار آن دادگاه نیست، بر اساس کار خودم انجام بر اساس ده. کار دادگاه باید تصمیم گرفته باشین بر اساس اون حکمی که رئیس جمهور بر شما فرستاده. در حکم رئیس جمهور صراحت داره که دادگاه به اصطلاح شما صلاحیت خودم واگذار میکنه به رئیس جمهوری،
رئیس جمهور به اساس حکم محکمه استیناف این صلاحیت میگیره و به ما انتقالش میده و ما مطابق او تصمیم میگیریم. اگر ما به مبنای تصمیم محکمه کار میکردیم، دایرکت محکمه مسئله رو با ما روان میکرد، ولی ما به رئیس جمهور روان کردیم. بله، ما که وارد قضیه شدیم بر مبنای فرمان رئیس جمهوری افغانستان. حالا شما این قرار صادری دادگاه را هیچ در نظر نگرفتین در این کارهایتون؟ قطعا. ولی اینجا رئیس جمهور گفته که در همون بند اول حکمی را که برای شما داده، کمیسیون مستقل انتخابات موظف است تا بخش حقوقی موضوع را طبق حکم ماده های 156، 86 و 33 قانون اساسی، مواد 62، 63 و 64 قانون انتخابات و قرار صادره شماره 22 دیوان مدنی و احوال شخصی محکمه استیناف ولایت کابل در اسرع وقت نهایی کند. درست است. حالا اینجا شما قرار استیناف ببینین که در مقدمه از این فرمان انعکاس یافته که در واقع قرار چیست؟ تفویض یا واگذاری صلاحیت قضا بر رئیس جمهور است. و شما میفهمید که وقتی که مواد قانون اساسی ذکر میشه و قوانین فرعی ذکر میشه، دیگه حکم محکمه نمیتونه که در تقابل یا مافوق از قانون اساسی و قوانین نافذه قرار بگیره. از همون خاطر ما در اعلامیه خودم که نشر کردیم داخل قوس تصریح ساختیم که بحث قرار محکمه استیناف فقط واگذاری صلاحیت ها برای جمهور افغانستان است. در حالی که قرار محکمه را در نظر نگرفتین، ولی این 7 نفر را که معرفی کردین از 9 نفر بر اساس همون دریافت هایی است که محکمه برای شما پیشنهاد کرد. دقیقا ما همین نفر ها بوده که در لیست ابتدایی ما بوده، بعد محکمه هم همین اشخاص ها از جمله برنده ها گفته. اما ای که وا چی گفتین؟ اگر قرار می بود گپی را که محکمه در مورد از به اصطلاح شما هفت نید نو نفر در مورد این نو نفر محکمه فیصله کرده یا را برنده ها گفته، اگر قرار می بود تمام اسامی نو نفر هست در اون لیست؟ بله. در قرار محکمه؟ اگر قرار می بود که ما به اثر حکم محکمه تصمیم ما را استوار می کردیم، در اون صورت خب محکمه 62 نفر از جمله برنده ها گفته بود و 62 نفر هم از جمله بازنده ها. ما نه در خب اینجاست که میگن یک معامله صورت داده شده و یک چیزی که نه سیخ به سوزه و نه کباب، شما یک تصمیمی را گرفتین بر این اساس. بله، معامله صورت گرفته، اجماع وجود داشته که باید این به اصطلاح را که شما در آغاز به کار برده غائله پایان بیافه. اما ای که چگونه پایان بیافه، ای چگونگیش مربوط کمیسیون مستقل انتخابات بوده. خوشبختانه ما به افتخار میتونم بگویم که در تصمیم ما هیچ گونه نقشی از هیچ طرفی به شمول رئیس جمهوری وجود نداشته. رئیس جمهوری افغانستان گفت که موضوع به شما واگذار شده. خب این حکم خودش نشان میده که این رئیس جمهور فشارش بوده بالای شما. رئیس جمهور به ما صلاحیت داده که هر کاری را که در رئیس جمهور حق ورود به قضیه انتخابات را داره آقای معنوی؟ حق مدیریت کشور خدا را، حق ورود به قضیه انتخابات آیا رئیس جمهور داره؟ حق جلوگیری از بحران داره، حق نظارت از تطبیق قانون داره. خب این خودش میتونه از راه های دیگری انجام بده. حق حفظ ثبات و نظم عمومی را داره. اگر از مراجع دیگه می بود ما کار ما سخت‌تر بود. شما سخنایش شنیدین، گفتین مشق دموکراسی است. درست گفتید. خب پس این چه است؟ ورود رئیس جمهور به قضیه انتخابات بر چه مبنا شما اینو میپذیرین؟ اگر دموکراسی نمی بود، وقتی که محکمه واگذار کرده و صلاحیت به رئیس جمهور، رئیس جمهور خود تصمیم میگیره، میگفت بازنده ای برنده امی که باز روان میکنه و بستر اصلیش و مرجع اصلیش و میگه که من هیچ کار ندارم، کمیسیون انتخابات میدانه و صلاحیت های قانونیش که اعمال بکنه. ولی بسیاری ها میگن که دموکراسی است که احترام گذاشته. ولی بسیاری ها میگن این توپ بازی انتخابات را شخص رئیس جمهور به میدان شما انداخت. بستر اصلیش هم اونجا بود دیگه، جایی نداشت، کجا باز مینداختش؟ شما اینو قبول دارید؟ ما استقبال کردیم چون میدان بازی و انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات است. با آوردن تغییر در نو نماینده مجلس، شما فکر میکنین بحران حل شده یا حالا وارد فاز تازه از بحران شدیم؟ میخوای که باور مرا پرسان کنی یک تحلیل سیاسی؟ اگر باور مرا پرسان میکنی بله. اساس اون حقایق اون واکنش هایی که شما گرفتین در چند روز، در یک دو روز پس از اعلام، ما وقتی که حکم رئیس جمهور افغانستان ببینیم مسئله را کاملا قبل از اینکه ما تصمیم بگیریم حل کرده، به این معنا که واضح ساخته که تصمیم نهایی را کمیسیون انتخابات بگیره. بله، کلمه نهایی و کار رفته.
دیگران تصمیم گرفتن ولی درست نهایی نیست. نهایی را کمیسیون انتخابات میگیره. دو، واضح ساختار جمهوری افغانستان که با صدور این حکم تمام قضایای مربوط به انتخابات ولسی جرگه 89 در هر مرجع دیگر، تنها محکمه نه، در هر مرجع دیگر که تحت دوران باشد پایان یافته تلقی می شود. هیچ کس دیگری، هیچ نهاد دیگری حق بالا کردن ورق انتخابات ولسی جرگه 89 را به استثنای کمیسیون مستقل انتخابات ندارد. بله. حالا اون واژه نهایی را شما تاکید میکنین که رئیس جمهور در حکمش آورده. اینجا حکم رئیس جمهور است و اینجا قانون انتخابات افغانستان. در قانون انتخابات افغانستان هم در ماده 58 در همون بند آخرش آمده نتایج انتخابات بعد از تصدیق کمیسیون نهایی و قابل تطبیق میباشد. اینجا که شکسته شد نتایج نهایی، حالا چطور شما میتونین امیدوار باشین که این حکم بعدا نشکنه و رئیس جمهور تغییر دیدگاه نده؟ اگر شما سر احتمالات و فرضیات صحبت بکنید، در افغانستان هر چیز دیگه هم ممکن است، هر فرضیه دیگه هم میتونه قابل بحث باشد. اما این قانونی را که شما میگیم توسط یک فرمان تقنینی با توشیح امیر رئیس جمهوری افغانستان اصدار یافته و این حکم هم با امضای رئیس جمهوری افغانستان و کمیسیون انتخابات صادر شد. حالا واکنش هایی را که شما گرفتین پس از اعلام تغییر در این نماینده مجلس برای خود شما چگونه بود؟ از یک طرف نامزدان معترض همچنان نارضایتیشان را اعلام کردن، از سوی دیگر مجلس نمایندگان که پیشتر از این از شما دفاع میکردن و در موقف شما ایستاده بودند در برابر شما قرار گرفتن و ائتلاف حمایت از قانون را حرفایش شنیدین و حتی کسانی را که شما پیروز اعلام کردین اونها هم از این تصمیم راضی نیستن. باید میگه 62 نفر بیاید. با ما غیر مترقبه نبود. ما از قبل میفهمیدم با تصمیمی که ما بگیریم هیچ طرف خوشحال نمیشه، نه ریاست جمهوری خوشحال میشه، نه پارلمان افغانستان خوشحال میشه، نه وکیل برنده خوشحال میشه، نه وکیل بازنده خوشحال میشه. پس چرا چون این تصمیر بگیرن؟ ما میخواییم به این بحران خاتمه باشیم. اگر ایش طرف خوشحال نشه و راضی نباشن شما چرا این تصمیر بگیرن؟ ما در صدد خوشحال ساختن مردم نبرامدیم. تبعیض 9 نفره که رای آفتن پس رفع بحران برامدیم. اجازه نمیدین آقای سیاوش. 9 نفره که رای آفتن و فکر میکنن و یقین عمومی است که حقشان بوده و رای داشتن، کسی به او احسان نگذاشته و یقین عمومی است. اما ای که ما آمده باشیم به خاطر خوشحال ساختن کسی ای کار کرده باشیم، اگر من ای کار میکردم من رئیس جمهوری افغانستان، دولت افغانستان، ارگ ریاست جمهوری را خوشحال میساختم. ولی شما میفهمید که نه در گذشته ما تانستیم خوشحال بسازیم، نه به ای کار خود انجام دادیم خوشحال میسازیم. هرگاه کمیسیون انتخابات ای کار تانست که یک طرف خوشحال بسازد، در اون صورت دیگه معنایش است که استقلالیت کمیسیون دیگه وجود ندارد. ولی برای حکم رئیس جمهور تمکین کرده. بله، این خوشحال ساختن حکم رئیس جمهور ما نه تنها تمکین، استقبال کردیم. ما روزی که حکم صادر شد جشن دموکراسی اعلانش کردیم. ولی اینا گفتین در دست تمام جبران وارد این قضیه دست تمام نهادها را کوتاه میکنه و موضوع را روان میکنه به کمیسیون مستقل انتخابات. با آنکه با ما بسیار سخت بود که دوباره وارد یک قضیه بحث شویم که ماها قبل پایان یافته بود، اما امی که نهادهای غیر قانونی وارد بحث شده بودند دستشان کوتاه میشه، تبعیض که ما از استقبال کرده بودیم. ما امروز هم استقبال میکنیم. واکنش رئیس جمهور به تصمیم کمیسیون انتخابات چی بود خواهی منوی؟ با ما شرط نیست که در کار ما که با واکنش ها را هم داشته باشیم که کسی مثبت واکنش نشان بده یا منفی، ولی باور ما این است که بسیار زود ما هم تاییدیه دولت افغانستان خود با خود داشتیم، اما جامعه بین المللی ده. آیا این خاموشی رئیس جمهور 30 ساعت پس از اعلام تصمیم شما میتونه اعلام نارضایتی رئیس جمهور باشه بر شما؟ این خوب با ما بسیار خوب است که یک بار دیگه استقلالیت ما را به نمایش میگذاره و کار ما را و صداقت ما را که ادعا داریم که کار ما مستقل است. ما اگر حکم رئیس جمهور به ما داده فقط به این که وارد از این قضیه شویم، نه اینکه چگونه کار بکنیم. بر حال ما امیدوار هستم که به خاطر پایان بخشیدن به بحران ما بسیار زود واکنش های بسیار مثبت از جوانب مختلف من جمله دولت افغانستان داشته باشیم. خب از دید شخصی خود شما چرا رئیس جمهور تا حالا واکنش نداشته به این قضیه؟ خب شاید یک مقدار فکر بکنه و حساسیت های اطراف قضیه را ببینه. این تصمیم نهایی را به شما واگذار کرده بود، نیاز به فکر کردن دوباره هم هست؟ هیچ نیاز به واکنش هم نیست. وقتی که حکم داده دیگه مسئله تمام است. واضح ساخته که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم نهایی را میگیره. این تصمیم برابر است که
به خوشنودی اشخاص، شخصیت ها، نهاد ها مراجع بیانجام یا به ناخوشنودیش. ولی شما این تصمیم را به خاطر اعلام کردین، گرفتین که از این بحران افغانستان بیرون بره، قسمی که در سخنان اول شما هم اینجا تصریح داشت. اگر دوباره و این فکر نکنین که خب از بحران بیرون شویم، به چی معناست این تصمیم شما؟ ما قبل از اینکه واکنش کسی را داشته باشه، ما یک حکم به اختیار خود داریم که همه چیز پایان یافته تلقی میکنن. به باور ما است که به صدور از این حکم در واقع تنش ها پایان یافته، دیگه گنجایش به ریسمان کشی، به دامن زدن از این معضله وجود نداره. اگر کسانی بخواین چنین ریسمان کشی بکنن؟ ما فکر میکنم که گنجایش نداره، دیگه زمینهش وجود نداره، خریدار هم نداره، همه خسته شدین و از حکم معلوم میشه که هیچ طرف دیگه راضی به این نیست که به این بازی دامن بده. فشار من حیث فشار بالای شما وجود داشته؟ بسیار زیاد، کم هم نی. از سوی کی؟ از سوی نهادهای مختلف، حلقات مختلف، چهره های مختلف. شما شاهد هستی که اشد مجازات به اعضای کمیسیون، من جمله رئیس کمیسیون و کمیسیون شکایت انتخاباتی، به پیشگاه محکمه اقامه میشه که اشد مجازات همان اعدام است. از مرگ کده تهدید بزرگتر نمی باشه. وقتی که اقامه از طرف یک نهاد اقامه دعوا صورت میگیره و مرگ اشخاص مطالبه میکنه از پیشگاه محکمه، فکر میکنه ازی که تهدید بزرگتری هم وجود داشته باشه. حالا فشارهای دیگه از سوی کدام نهادها، کدام اشخاص؟ حلقات مشخص بوده. در کجا بوده این حلقات؟ در داخل نظام افغانستان، خارج نظام افغانستان. در کجای داخل نظام افغانستان؟ آیا در ارگ ریاست جمهوری؟ در داخل ارگ ریاست جمهوری. کی بوده در ارگ ریاست جمهوری؟ شخص رئیس جمهور؟ از مصلحت عمومی به دور است که حال ما به این سر اشخاص انگشت بذاریم، ولی ما از روز اول پذیرفته بودیم که فشارها وجود داشته. هرگاه ما در برابر فشارها عاجز می آمدیم، در اون صورت ما نام اشخاص هم می گرفتم. خوشبختانه در برابر همه فشارها ما مقاومت کردیم، همیشه با عقب نشینی وادار ساختیم، به شکست وادار ساختیم. به این دلیل دیگه لازم هم نمی بینم از وان نام بگیریم یا بیم کسی را مشخص بسازم. باز یک، ولی خود شما عقب نشستین آقای من. به هیچ وجه ما دیگر را عقب نشاندیم. 9 نفر را چگونه تغییر دادین؟ 9 نفر حقشان بود. این حق را چرا در همون زمانش ندادین شما؟ ما خوشحال هستم که عدالتی که فکر می شد درست تامین نشده، امروز ما عدالت تامین کردیم. در وقتش ما زمینه نداشتیم، مجاله نداشتیم. ولی چرا اون زمان شما نگفتین این مسئله را که عدالت تامین نشده؟ وظیفه ام نبود. ولی شما شخص اول کمیسیون مستقل انتخابات هستین. بله. و تمام این مسئولیت. ولی شخص اول کمیسیون شکایت انتخاباتی نبودم. امروز من ضمن از اینکه شخص اول کمیسیون مستقل انتخابات هستم، شخص اول کمیسیون شکایت انتخاباتی هم هست. حالا ما آقای رفعت را چند روز پیشتر در امین میز داشتیم. اونا میگه به شکل شما فرافگنی میکنین و بار تمام مسئولیت ها و اون نابکاری ها را به بالای شانی اونها مندازین و سوء استفاده میکنین از غیابت و نبود این کمیسیون. بازم میگم که غیابتی وجود نداره، عملا کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود داره. اگر شما یک نهاد فقط در محدوده چهره ها ببینید، خیر رفتن چهره ها دیگه نهاد وجود نداره. نهاد وجود داره، چهره های عوض شده. آقای رفعت و دیدگاهشان محترم میشمارم. یکی که شاید الان دیدگاه خود باید بگوید، چرا از آدرس کمیسیون شکایت انتخاباتی دیگه سخنگو نیستن. دومی که و در وقتش شاید از یک زاویه به قضیه نگاه کردین، ما احترام گذاشتیم صلاحیت هایشان که از کدام زاویه به قضیه نگاه کردین. امروز ما از یک زاویه دیگه به قضیه نگاه کردیم، کاری را کردین شاید درست، نسبت به خودشان ما محترم میشماریم صلاحیت هایشان و تصمیم گیری هایشان، اما امروز صلاحیت از ماست و تصمیم گیری هم متعلق به ماست. آنچه که صلاحیت ما است و تصمیم گیری از این هم واگذار کردین به من هیچ کس دیگر حق نمیدم که بیای انگشت بگذاره که من چگونه عمل میکنم. مثل ما دیروز با کاری از وا انتقاد نکردم، امروز هم اجازه نمیدم من حیث یک نهاد به انتقاد کنم. من حیث افراد اشخاص حق داره هر کس نقد کنه، دیدگاه خود بگه، نظرات خود بگه. میگه رئیس جمهوری افغانستان که دموکراسی است. حالا سوء استفاده نیست از غیابت این کمیسیون؟ حسن استفاده است که غیابت کمیسیون نیست. امروز خودم کمیسیون هستم، کمیسیون شکایت انتخاباتی هستم. بگوین که در غیابت اشخاص، که من توجیه کنم با شما، در غیابت نهاد، اون نهاد هو به هو مو به مو امروز وجود داره. سپاسگزار. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم، همچنان با ما باشید.
باز هم خوش آمدید. آقای معنوی، آیا از سوی خارجی ها هم فشار بالای کمیسیون وجود داشته؟ فشار وجود نداشت، اما تفاهم وجود داشت. به چی گونه؟ تبعیض، ما با ملل متحد در تفاهم هستیم، چون حمایت مالی ما، حمایت لوجستیکی و حتی در موارد حمایت تکنیکی را ما زوا داشتیم. بنابراین در موضوعات مختلف ما مشوره‌های با جانب ملل متحد که نمایندگی از جامعه جهانی در افغانستان میکنه میداشت. حال گمانه‌ای وجود داره که سازمان ملل به شما گفته باشه که بیشتر از این اگر شما مقاومت بکنین در این قضیه و تن نتین و یه حکم رئیس جمهور از شما حمایت نخواهند کرد نهادهای بین المللی؟ به هیچ وجه چنین اخطاری رو ما نشنیدیم و ما با پای خود استاد هستیم. اگر حمایت جامعه بین المللی هم می بود و باشه ما می موقف ماست، اگر نباشه ما می موقف ماست. خوشبختانه قبل از اینکه حکم به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال شود، در این زمینه تفاهم چند جانبه وجود داشت. دو نفری که در این لیست برنده از سوی شما اعلام شدن، در قرار محکمه اسمشان نیست. ورود این دو نفر چگونه است؟ بر چه اساسی اینا شما وارد کردید؟ تشکر. توجه بکنین، ما اشخاصی را که دوباره بر مبنای رأیشان را دادیم در ولسی جرگه، کدام اشخاص حالا باید چوکی خود رها کنه به این اشخاص؟ کسایی که در حوزه مربوطهشان رأی لازمی را برای به دست آوردن کرسی نداشتین، یعنی رأی کمتر داشتین، یعنی اینجا مطرح نبوده. قطعا بحث تقلب نیست. به می دلیل ما در اعلامیه خود واضح ساختیم کسایی که تا به امروز وظیفه انجام دادن، وکیل مشروع مردم افغانستان بودین، از تمام امتیازات مادی و معنوی وکالت برخوردار بودین، امروز یک شخص دیگه که راه پیدا میکنه، طبیعی که رأی از او کمتر از آن چه میشه که باید یا کرسی را به در اختیار داشته باشن، دوباره خارج میشن. پس ما بر مبنای لستایی را که خود ما داشتیم به او عمل کردیم. اگر ما شمارش محکمه را معیار قرار میدادیم، در او صورت شاید امید دو سه نفر متاثر نمی شدن، اشخاص دیگه می شدن. اما اگر ما شمارش محکمه را معیار قرار می دادیم، در اون صورت باید 62 نفر راه پیدا می کرد. به می دلیل گاهی تو سوی تفاهم بشه که گویا کمیسیون مستقل انتخابات شاید بر مبنای سلیقه های خود عمل کرده باشه. ما به خاطر به کار خود دفاع داشته باشیم، اما اصول خود را رعایت کردیم. اشخاصی که راه یافتن راه دادیم و کسایی که با رأیشان به اصطلاح پوره نمی کرده که باید کرسی را اختیار داشته باشند، کرسی خود را دست دادیم. حال چه تفاوت میان آنچه شما مداخله غیرقانونی نهادهای دیگر به قضیه انتخابات میخوانین و این تصمیم شما که گفتین جبران به شکل اجبار وارد این قضیه شدین و این جام زهر را بالا کشیدین وجود داره؟ بستری اصلی بازم میگم که کمیسیون انتخابات بود، ولو دل نخواسته هم باید تصمیم کمیسیون انتخابات میگرفت تا مورد حمایت و قبول نهادهای مختلفی که مربوط به انتخابات هستند. شما اعلامیه فیفا را چند لحظه پیشتر از طریق تلویزیون شما دیدم. بله. و یا جامعه بین المللی هم بحثانی بود که مرجع اصلیش کمیسیون مستقل. ولی اونا تصریح کردن فیفا که این کار غیر قانونی است، اما برای رفع بحران نیاز هست. به هر حال برگشتن بر یک قضیه خاتمه یافته شده، طبیعی است که باید به توجیه قانونی پیدا کنیم. اصل قانون کم صراحت نداره. توجیه قانونی، توجیه وجود داشته. ما کمیسیون مستقل انتخابات بودیم، الاز زمانی فرمان رئیس جمهور موجه میساده کار ما. شما توجه کنید، ما کلمه ای را که فرمان رئیس جمهور الاز زمانی موجه میسازه، ما ای را تکرار کردیم. بین از اینکه در یک موضوع صراحت قانون وجود داره یا توجیه قانون وجود داره، یک تفاوت وجود است. حالا اینجا پای رئیس جمهور و قضیه انتخابات کشاندین، رئیس جمهور این حق را داره؟ باز میپرسم که وارد شوه و به قضیه انتخابات حکم صادر بکنه که چون این شوه؟ توجه کنه که رئیس جمهوری افغانستان در رأس قوای ثلاثه کشور قرار دارد، تمام نهادهای داخل نظام افغانستان نظارت و اداره میکنه. ما هم مجزا نظام و دولت افغانستان نیستیم. وقتی که درگیری و کشمکش بین نهادها پیدا میشه، کی باید بیاید هر کسی را دستر جایش بشانه و یک کس بگه که تو درست میگی، برای بگه تو درست نگفته بودی، یک کس خوب باید باشه، یکی باید باشه، یک فرد افغانستان وجود داره که رئیس جمهور است که کارا باید بکنه و مجبور هم بوده که کارا باید میکرد. ولی زمانی غیر از او اگر از این بیشتر نظارگر می بود، باز مردم افغانستان میرفتن در جانش که تا کی را نظاره میکنی؟ ما دین روز یک قوطی قیماق اگر به 30 افغانی میخریدیم، امروز به 45 افغانی میخریم، پس کل مسئولیت ها برمیگرد به رئیس جمهوری افغانستان.
با آوردن تغییر در نتایج میشه گفت به گونه‌ای و اعتراض‌ها شما مورد تایید گذاشتید و کوتاهی در کار انتخابات پذیرفتید؟ ما فکر میکنیم که یک گام به جلو گذاشتیم. بیشتر انتخابات بعدی تضمین شد و یک اساس گذاشته شد که در انتخابات بعدی هیچ نهاد دیگری مداخله نکنه و کار بگذارن به کمیسیون مستقل انتخابات. این درگیری های فایده را کرد که نواقصی که در قانون انتخابات وجود داشتن، نواقصی که در روند و سیستم وجود داشته، باید به انتخابات بعدی اصلاح شد. بیشتر از این شما از این حق تلفی آگاهی داشتین و میفهمیدین که در حق این نه نفر حق تلفی صورت گرفته و کار شما درست نبوده؟ همین که ما نتیجه ابتدایی را اعلان کرده بودیم، ما اعتماد داشتیم به کار خود. اما وقتی صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی بوده که به شکایات گوش میداده، شما ببینید تنها در مورد این 9 نفر کمیسیون شکایات تصمیم نگرفته بود، مورد اشخاص زیاد دیگه هم گرفته بودن. اما کمیسیون مستقل انتخابات در بررسی خود بنا به مو دیدگاهی که از زاویه ای که کمیسیون انتخابات داشته در همین 9 نفر توجیه پذیر ندانسته، متوقع زور خود پذیرفته. آیا خود کتمان حقیقت نیست آقای معنوی؟ که حالا پس از 8 ماه شما حاضر شدین، اونم بر اساس حکم رئیس جمهور که تن به بتن که اینجا حق تلفی صورت گرفته و بی عدالتی در کار بوده. ما یک نهاد حقیقت یابی نبودیم، ما با دنبال باشیم که حقیقت کدام است. ولی باید عدالت را شما تامین بکنین، نهادی هستین که عدالت باید تامین شود. نهاد تامین کننده عدالت در وقت ما میشیم که به ما می زمینه داده شده، مثل که حال سپرده شده، در وقت ما زمینه را نداشت. با تغییر آوردن در نتایج انتخابات و پذیرفتن حکم رئیس جمهور در مورد تغییر در نتایج انتخابات، شما یک رویه و سنت نوبکار را به جا نگذاشتین که هر وقت هر زمامداری خواست بیاید و نتایج انتخابات را بسیاری ها اینطور استناد میکنند که وقتی که با دلشان نبود نتیجه انتخابات بیاین و حکم صادر بکنن و کمیسیون انتخابات اونا بپذیره. مقاومت را که ما انجام دادیم در یادداشت آرشیف ها و اذهان مردم ما باشه که هیچ کس دیگری این حق نخواد به خود داد که باید قضیه انتخابات وارد شود. شما ببینین کسایی که وارد شدن به هر حال به گونه آسیب دیدن. اما باور من این است با جنجالایی که پیش آمده، هر گام ما بتانیم یک قانون درستتر و دقیقتر که فرضیه ها و احتمالات هم در قانون جای بتیم و یک سیستم کاراتر عیار بسازیم، باور من این است که این اتفاقات شاید کمتر بیفته. بر حال از نیافتیدن هیچ اتفاق کسی نمیدانه تضمین کنه. در کشورهایی که سالا دموکراسی و انتخابات پشت سر گذاشتنین، شما میبینید که اتفاقات عجیبی میفته. حتی در یک کشور مثل امریکا، در ریاست جمهوری شد دو دور قبلترش اتفاق افتاد. بر حال باور من این است که دقیقتر اگر بالای قانون انتخابات کار شود، میتونه که از این اتفاقات که حالا پیش آمد جلوگیری کنه. حالا شما پیشتر از این گفتین که مقاومت کردین، ما چرا حالا این مقاومت و ایستادگی نبود؟ بیشتر از ایش به نفع مردم افغانستان هم نبود، به نفع دموکراسی هم نبود، به نفع کمیسیون مستقل انتخابات هم نبود، به نفع نظام افغانستان هم نبود. ما نمیخوایم ما از خود قهرمان جور بکنیم به قربانی مردم افغانستان، به بحران کشاندن نظام افغانستان. ما کارهای بزرگتری را پیش روی داریم، باید فرصت از این نهادها پیدا بکنن که به کارهای اصلی خود برسن. من جمله کمیسیون مستقل انتخابات کارای بسیار مهمتری را پیش روی خود داره. اگر دهی بالاخره 8 ماه مصروف بود، 8 ماه دیگه هم مصروف باشه، از کارهای اصلی خود باز میمانه. ما خود امیدوار هستیم که انتخابات های دیگه هم از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شود. حالا کدام مهم است، بحث منافع یا بحث قانون؟ قانون باید رعایت شود. هر دوش مهم است. همیشه قانون به خاطر منافع مردم وضع میشه و قانون منافع مردم احتوا و تضمین میکنه. قانون خشک مجرده به ضد مردم هیچ وقت وجود نداره. حالا شما این منافی را خود تشخیص دادین و وارد شدین که اینا حل بکنین؟ اگه خود ما تشخیص میدادیم منتظر حکم رئیس جمهوری نمی بودیم. اگه خود ما تشخیص میدادیم، ما خود ما لوی سارنوالی و استر محکمه را میگفتیم که غرض نگیرید. بالاخره کسای دیگه دز دادن، همه به اعتقاد شدن که یگانه مرجعی که بتونه این مشکل خاتمه بخشه کمیسیون انتخابات ها و رئیس جمهوری، به می دلیل حکم را روان کرده که شما ببینید این حکم بیشترینه دیدگاه و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات دو انعکاس یافته. کلماتی را به کار بردن که واقعا کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگه جایگاهش به اثبات می رسانه. اگر باز هم این جنجال ها فربه شود و رئیس جمهور راضی نباشه، حاضر هستین یک تغییر دیگه هم وارد بکنین در
مجلس نمایندگان؟ ما باور ندارم رئیس جمهوری رضایت خود قبل از انجام کار ما ابراز کرده در امی حکم. باز هم اگر من حیث یک فرضیه مطرح میکنیم، ما هنوز از مقاومت و مقابله و بحث و درگیری ها ما خسته نشدیم. ما آماده هستیم مثل که در گذشته از جایگاه قانونی خود و از کاری را که صادقان انجام داده بودیم دفاع کرده بودیم، بار دیگه هم دفاع میکنیم. ولی باور من این است قبل از این که کار ما را در نظر بگیرن که آیا خوب میباشه یا نمیباشه، رئیس جمهوری این مساله را پایان بخشیده با صدور ازی حکم. با جمعی از نماینده ها از قول شما آمده که گفتین تهدید به روانه شدن به زندان شدین، دقیق است؟ این بیخی یک دروغ محض بوده، هیچ گامه را کسی رقمی تهدید هم نکرده. شما میفهمی اولا در اخلاق ریاست جمهوری چنین یک گپ نمی باشه مامور خود تهدید کنه یا این کار انجام بده یا تو را بندی میکنه. این آقای بهزاد محال است. بلیم. هر کس دیگه هم گفته باشه نمایندگان مطرح هر کس دیگه گفته باشه دقیق نیست. دومی که من کسی نیستم که باز از این گپ بترسم زندان. وارد شدن در این قضیه دشواریش که من درک میکنم که امروز خوبترین دوستای ما از ما خفه شدین، خوبترین دوستای خود از دست دادیم، نارضایتی های را در قبال داشته، با مراتب با ما زندان رفتن اگه قرار می بود به حیث باز هم یک فرضیه قبولش میکردیم، با مراتب با ما گواراتر بود تا ای که ما وارد از این بحث میشنم. چند نظر در صفحه فیسبوک کنکاش میخوانم، اینا سوال است مطرح شده از شما اگر پاسخ بتین. میرویس میخوانی که من یادداشت کنم. میرویس پایکان نوشته اگر تغییر آوردن در ترکیب مجلس نمایندگان برای معنوی جام زهر نوشیدن بود، استفا زهر نوشیدن نبود. رکین از ناروی نوشته به نظر من این عمل کمیسیون انتخابات فریادی بود که فقط بی‌لیاقتی مسئولانش را در قبال وظایفشان بیش از پیش آشکار نمود، چون آقای معنوی خط ابطالی بر تمامی گفته‌های خود در خلال ماه‌های گذشته گذاشته. آقای محمد حکیم عرفان نوشته آقای معنوی در چاله بزرگ افتاده است. اگر این 9 نفر بعدی را برنده رسمی و قانونی اعلام کرده، پس واضح است که 9 نفر قبلی که در پارلمان راه پیدا کرده غیر قانونی بوده و یا هم از راه پول و زور موفق شده بودند، که در این صورت معنوی خیانت بزرگی را مرتکب شده و باعث تمام جنجال‌ها بوده است. اگر آن 9 نفر قبلی از راه قانونی و مشروع به پارلمان راه پیدا کرده، پس چرا 9 نفر بازنده به طور غیر قانونی به پارلمان معرفی شدند؟ این سه نظری بود که در صفحه فیسبوک کنکاش آمده تا جواب بدم. امیدوار هستم اجازه بدین. واقعا همی که ما وارد از این بحث شده ایم و جام زهری را گفتیم نوشیدن بوده، خوبترین دوستای ما از ما خفه شده، اما اولسی جرگه‌ای که من حیث جمع من حیث کل از ما حمایت میکرده، امروز شما میبینید با آدرس ما یک تعدادش حرفایی را میگن. ولی من میفهم اگر چه بسیار کوتاه مدت است و این گپات دوباره متوجه میشن که ما یک کار درست کردیم. اگر بی‌لیاقتی یا عدم مدیریت کافی کمیسیون در این راستا نمی با دوباره قضیه را به کمیسیون کسی ارجاع نمیکرد، باید یک مدیر یک مرجع دیگه با یک مدیریت خوب باید به بحران خاتمه ببخشید. بحران دیگر را دامن زدن، باز هم خاتمه بخشیدنش به عهده ما سپردن که یک بار دیگه تاییدی به مو لیاقت و مدیریت بهتر ما بوده. اما یک چیز احساسات با عقلانیت باید تفکیک کنیم. اگر احساسات ما میگفت که باید من این قهرمانی رفت کنم، مردم بگه که ولی همین طور استاد شد تا آخر همه گیره جواب داد، اما این که کشور به بحران میره، این که سیستم صدمه میبینه، اقتصاد داره که به رکود مواجه میشه، مردم به یک قحطی و قیمتی روبرو میشن، این باز عقلانی نیست. باز ما رو تاریخ اینجا میخوایم ما وارد شوم که شما مسئولین نظام بودین که وارد این قضیه شوید. مسئول انتخابات از این نظام بودم. بله، چاله بزرگ نمیفهم که 9 نفر قبلی خیانت ما هیچ وقت وارا خدا نخواسته. حالا سوال اینجا بود که این چگونه، اگر اونا هم پاک هستن اینا هم پاک هستن، هر دوش پاک هستن، چگونه است هر دو طرف پاک هستن؟ یا رای بیشتر داشتن و رای کمتر داشتن. وقتی که یا اصلس حذف شدن اتومات و آمدن. اگر حال هم از این 9 نفر کسی استعفا بده، دوباره پس ما را پیدا میکنن، یا کدام یکیشان کرسی خود از دست بده به هر طریق دیگه هم، خدا نکنه که کدام حادثه بد پیش نبیه، اما اگر یا کنار بودن دوباره پس ما میان. اینجا فقط با بالا بودن رای و پایین بودن رای است. یک نفر که داخل شد رایش بالا بود، او خارج شد کس دیگه داخل میشه. فقط اینجا تفاوت رای بوده، هیچگاه نه یا متقلب هستن نه آنهایی که حالا کرسی خود دست میدن. حالا میپذیرین آقای معنوی که انتخابات در این 8 ماه مبدل شده بود برای یک بازی؟ جدا بسیار بازی بزرگ بود و این بازی اگرچه بسیار خسته کن بود،
به نحو نهادها را صدمه وارد کرد، ولی بسیار خوب شد مردم ما را به یک مشق و تمرین بهتر دموکراسی بلد. ولی بازنده این بازی شما بودین؟ برنده اصلیش ما بودیم. ما بسیار خوشحال هستیم و این را به اثبات میرسانیم. برنده اگر ما با این عقب نشینی چگونه میگین شما برنده هستیم؟ عقب نشینی نیست، یک گام به پیش گذاشتن است که دوباره همگی عقب میشینه، باز دوباره همه چیز واگذار با ما میشه. این ادعا وجود داشت که رئیس جمهور در صدد تغییر وارد کردن در ترکیب مجلس نمایندگان است. حالا رئیس جمهور به آرزوش فکر میکنین با این تصمیم شما رسید؟ به هیچ وجه. اگر قرار به این میبود مردم باید این تصمیم ما نشان بده که در کجا علاقمندی رئیس جمهور در اشخاص وجود داشته. اگر فکر میشد که باید رئیس جمهور تعداد طرفدارای خود وارد اولسی جرگه کنه و کسایی که حداقل در مخالفت با ریاست جمهوری یا با نظام هستند یا را بیرون کنه، دقیقاً در این وهم میشد این اتهام بر جا می بود که رئیس جمهوری در اینجا به می خاطری بازی را انجام داده. اما وقتی دیده میشه که چون این چیز در لیست ما وجود نداره، شما ببینید این اشخاص که کدام از این میتونن نزدیک به رئیس جمهور باشه و کسایی که بیرون میشن یا مخالف رئیس جمهور باشن، حالا که در موارد حتی برعکس است، تعدادی که بسیار با رئیس جمهوری نزدیک بودن شاید حالا کرسی خود دست دادن، ولی کسایی که در گذشته هم در جانب مخالف و رئیس جمهوری بودن دوباره راه پیدا کردن. این به این معناست که رئیس جمهوری در اصل تصمیم هیچ گونه نقشی نداشته و نخواسته است که نقشی می داشت و کمیسیون مستقل انتخابات هم به هیچ وجه قبول نداشت که مطابق با دیدگاه حتی رئیس جمهور کنم تغییری را وارد کنه. آیا این کار سبب نخواهد شد، شما گفتین که افرادی که متعلق به رئیس جمهور بوده شما حذف کردین که رئیس جمهور نپذیره؟ ما در اصل تعلقات کاری نداشتیم، اما خب بعد از اینکه ما کاری را انجام میدیم که دیدم میشه که او بحث سیاسی قضیه است، ولی خوشبختانه اگر ما تعلقات در نظر میگرفتیم با ما این کار انجام داده نمیتونستیم. گمانه هایی وجود داره که شما در بدل به دست آوردن یک پست در دولت افغانستان تن به این معامله دادین، پست دادگاه عالی افغانستان. باور من این خویی چیزایی بود از گذشته هم مطرح میشده. بازم در کاری را که ما انجام دادیم اگه یه علاقمندی را کسی میبینه شاید یک گپ بجا باشه، اما چون این چیزی وجود نداره و فکر میکنم که نمیتونه این معامله ها هم به آنجا بی انجامه که کسی کرسی را به دست بیاره. به هر حال ما بارا گفتیم که ما یک مامور نظام افغانستان بودیم و هستم. تا وقتی که من یک مهره کارآمد در هر بخشی از نظام افغانستان باشم، از من استفاده شد و آماده هستم انجام وظیفه بدم. هر وقت فکر بکنن که دیگه من یک مهره کارآمد در این نظام نیستم، میتونن که از نظام بیرون برم و هیچگاه هم به من داخل نظام بودن. بعدی داده شده ریاست دادگاه عالی به شما؟ چون این چیزی مطرح نمید. ائتلاف حمایت از قانون معتقد است که کار شما به دادگاه خواهد کشید با این تغییری را که در مجلس وارد کردین. آیا شما پیش بین دادگاهی شدن هستین آقای معنوی؟ بیشتر چیزای احساساتانه و غیر دقیق، زیاد تحلیلای ذهنی صورت میگیره. ما کاری را که انجام دادیم در واقع یک بار دیگر به تصحیح و درست بودن کار قبلی خود مهر صحه گذاشتیم. یک طرف قضیه. دو، هرگاه قرار به این باشه اگر ما کدام گناهی را مرتکب شده باشیم و در برابر او گناه ما باید به پیشگاه قانون و محاکم جوابده باشه، ما هیچگاه شانه خالی نکردیم. من خودم تاکید به این داشتم که در همین فرمان رئیس جمهوری هم ذکر شود که بحث انتخابات پایان یافته است، اما جرائم ماورای تخلفات انتخاباتی که در ماده 63 قانون انتخابات ذکر شده از این امر مستثنا باشه. ما هیچگاه نمیخواهیم کدام تضمین در برابر جرائم داشته باشیم. هیچ تضمینی وجود نداره و در فرمان رئیس جمهوری هم ذکر شده اگر خدا نخواسته ما کدام جرمی را مرتکب شده باشیم، ما آماده جواب دهیم. یعنی بر این اساس، بر اساس همین بندی که موارد جرمی مورد رسیدگی قرار بگیره، این احتمال وجود داره که افراد دیگری هم از این مجلس حذف بشن؟ به هیچ وجه. بحث برای این فکر نمی‌کنین بازگذاشتن همون دروازه باشه؟ توجه کنه بحث انتخابات یک بحث مدنی است، اصلا بحث جزایی در گنجایش نداره. آنجا که تخلفات انتخاباتی ذکر خب شده، خب شما چگونه معتقد هستید؟ تخلفات انتخاباتی ذکر شده او در ماده 63 قانون انتخابات ذکر شده، رسیدگی به تخلفات از کار کمیسیون شکایت انتخاباتی است. ما امروز هم کار کمیسیون مستقل انتخابات است که دارای این صلاحیت است. اگر ماورای از جرایم وجود داشته باشد، جرم هیچ کس نمیتونه در برابر جرائم مسئولیت داشته باشد، از رئیس جمهوری گرفته تا وکیل پارلمان تا وزیر کابینه تا رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، هر کس دیگه هم که باشه.
آینده انتخابات را در افغانستان چگونه می‌بینین؟ با این همه سر و صدایی که پس از انتخابات پارلمانی که مسئول برگزاری شما بودین راه انداخته شد، میتوان با برگزاری انتخابات شفاف در آینده امیدوار بود؟ البته نیازهایی است که باید روی زو توجه صورت بگیره، که من جمله قانون انتخابات است، یک بازنگری در سیستم انتخابات است، در تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است. باور من این است که راهی را که ما باید در چند سال بپیمودیم، ما در یک کوتاه مدت را پیمودیم. اگر لحاظ امنیتی شرایط افغانستان آماده باشه، لحاظ پروسیجرها و لحاظ روند ظرفیت حالا در افغانستان وجود داره که انتخابات بتواند انتخابات نسبی حتی با استانداردهای بین المللی برگزار کنه. ما لحاظ ظرفیت ها میتونیم ادعا بکنیم که حتی سطح منطقه هم بالاتر قرار داریم، اما لحاظ شرایط و اوضاع با تاسف کردیم. ولی این سرصداها پس چی بود اگر ظرفیتی وجود داشته؟ این سرصداها تنها منحصر به افغانستان نیست. شما در سال گذشته ولی این انتخابات شما در هیچ جای شاهد نیستین آقای انتخابات کشور همسایه ما ایران دیدین که منجر به چی حادثه های شد. فضل خدا ما هیچ حادثه ای را این بحث‌های دموکراتیک باید استقبال بکنیم. نه کسی زد و خورد کرده، نه خدا نخواسته کسی. ولی خود شما گفتین که حتی در قیماق مردم و در دسترخوان مردم تفاوت آمده. برحال بدون تأثیر نیست، اما تأثیری که سه قوه به جان هم افتادن اینها بی تأثیر. شاید یکی از عوامل او بود اکثر نرخ‌ها تأثیر کرده و دامنه دار شدنش، اما بالاخره وقتی دموکراسی را میپذیری و ریسک‌های نسبیه که بالاخره وجود داره باید پذیرفته شود. اما این حوادث شما در کشورهای گوناگون در ساحل ها شما ندیدید که ملل متحد مداخله کرد، شورای امنیت ملل متحد به زور رئیس جمهور گذشته را کشید و کسی که در انتخابات برنده شده و آورده شوکی شاندش. و یعنی شما از یک چنین دموکراسی های الهام میگیرین؟ دموکراسی ایران و ساحل ها دموکراسی ما به مراتب بهتر و با دموکراسی و بسیار وفق داشته تا کشورهایی را که ما در جریان یک سال دو سال انتخابات شاید بده. حال که نهایی بودن بحث انتخابات را نقص کردین آقای معنوی، آیا اون پرونده انتخابات ریاست جمهوری هم میتونه دوباره باز شوه و وارد شوند اون نامزدهایی که معترض بودن؟ ما کمیسیون شکایت انتخاباتی هستیم. اگر باز هم لحاظ زمانی یک فرمان رئیس جمهوری بده، ما دوباره حاضر هستیم پرونده انتخابات ریاست جمهوری را باز بکنیم. چون لحاظ زمانی موجه نیست، اگر یک فرمان داشته باشیم با آماده است. خب در اون زمان هم تقلب صورت گرفت برای 1,000,000 رای. فکر میکنین که نیاز مند هست که رسیدگی بشه به اون موضوع هم؟ حالا که انتخابات پارلمانی افغانستان پس از 8 ماه رسیدگی شد، پس از 2 سال نیازمند هست که انتخابات ریاست جمهوری هم رسیدگی شد؟ من انتخابات داره که مدیریت شد با خدا داشتیم دوباره وارد شدن بعد از 8 ماه گفتیم که جام زهر است که می نوشیم. هرگاه ما وارد شدیم برای یک انتخابات داره که مدیریت اولش هم من داشتیم و از او تقریبا 2 سال می گذره و هیچ گونه توجیهی هم به منافع مردم افغانستان نداره. طبیعی است که بسیار ناگوار است، با ما بسیار سخت است. بان هم اگر مصلحت عمومی افغانستان این چنینی باشه و رئیس جمهوری یک فرمان بده که باید این قضیه هم دوباره یک بررسی شود، من هیچ که میدون شکایت انتخاباتی بررسی شود. ولی ما فکر بکنیم که بسیار بیهوده است، شاید بسیار بی‌معنا باشه و بسیار بی‌ارزش به مردم افغانستان باشه. چه دلیل؟ همیشه ما باید به عقب بنگریم. خب شما که 8 ماه به عقب برگشتید. خب یک مجبوریت بود. نیاز نیست 2 سال دیگه هم به عقب برگردیم و یک بی‌عدالتی دیگر هم که ادعا میشه وجود داره به اون هم رسیدگی شود؟ خب هرگاه یک جای یک کار غلط شد، با همیشه به می غلطی های خود ادامه بدیم و می تسلسل ادامه بدیم یا افغانستان به کجا میکشه؟ یعنی شما میگین این کاری که شده اشتباه بوده، کار کمیسیون حالا کرد. دل خواسته انجام نداده، بازم تاکید میکنم ناخواسته وارد از قضیه شده، ولی به خاطر پایان بخشیدن به این ماجرا. اما یک قضیه که در گذشته پایان یافته، دوباره ما چرا یک فتنه را دوباره زنده بکنیم؟ اگر عدالت نیاز باشه، عدالت نیاز باشه و منفعتش به مردم افغانستان باشه و مجرای قانونی وجود داشته باشه، چرا نه؟ اگر به عنوان پرسش آخر این بحران در همین جا خاتمه پیدا نکند، شما چی خواهید کرد به عنوان مسئول کمیسیون انتخابات افغانستان؟ هر کس دیگه حاضر به یک ریسمان کشی باشه، من راش آماده هستم. اما باور من این است که رئیس جمهوری افغانستان با صدور از این حکم اعلان کرد که این ماجرا بعد از صدور از این حکم پایان یافته است. سپاسگزار آقای معنوی از حضور شما در کنکاش امشب. با سپاس از شما هم که تا این دم این بحث را دنبال کردید. از جانب من یما سیاوش، به اتفاق سایر همکاران شب خوش، خدا نگهدار.